کجا باشیم، شاید دیدن این لحظات برای هر پدر و مادری لذت بخش باشد. دیدن یک زندگی. بچه که میبینی خیلی با ارزشتر از همه چیزه. شاید شما زندگیتو شاید فدای بچت بکنی. دو سه دقیقه گم شده و اصلا خیلی استرس گرفته بودم. آتاها حتی قابل درک نیست که جگرگوشت در کنارت نباشه. مگه میشه یه پدر رو از پسرش جدا کرد یا فرزندش جدا کرد؟ نه آقاش انقدر مونده لجن شده. چه برسد به آنکه آرزوی داشتنش را داشته باشی. خیلی از افراد میومدن حسرت به دلی خودشون رو تو این زمینه بیان میکردم. حیف و افسوس که عمرمون گذشت نتونستم خانواده تشکیل بدیم. آرزوی شیرین که برای این مرد بعد از 30 سال برآورده شد. جمعون دختره، اسمش هم هلماس. انشالله به زودی دنیا میاد، براش هم آینده هایی داریم. برای یک پدر هم آینده شاید ترسیمی از فرزندش باشد، از تمام روزهایی که انتظارش را میکشد. میخوام صادقانه بهتون بگم نه، اصلا واقعا یه روزها، ساعتها، ماها و سالهایی داشتیم که اصلا تو طبقه هفتم ذهن آدمم نمیزد که اصلا یه روز من بیام تشکیل خانواده بدم و خدا بهم یه فرزند بده. او یک جدا شده است از جایی که 27 سال گرفتار آن بود. من نزدیک به 27 سال توی فرقه مجاهدین بودم. اون موقع من به عنوان فرمانده تانک در واقع در بینشون فعالیت میکردم. و چه ساده پندارند این گروهک ها. گروهکی که حالا در کنار کارهای گذشتش مأموریت دیگری هم دارد. هیچ روز، هیچ ساعت، هیچ دقیقه نیست که بدون کنترل باشه. یعنی اول صبح که مثلا این تیم ها میخوان وارد اتاق بشن، اصطلاحا میگن یه دستور براشون خونده میشه. منظور او افراد حاضر در این عکس هستند، کسانی که در جریانات مختلف کشور به نفع خود موج سواری میکنند. یه تعداد میگن که در قالب قشر دانشجویی وارد بشین، نظر بدین، به ما کمک کنین، جملات در واقع چی میگن شورشی به قول اون. شورشی که گاه برای این انجام میشود که بگویند هنوز در بین مردم ایران طرفدار دارند. میرن نمیدن تو کوه دربند عکس میگیرن، صورتاشون پوشیده است. حالا واقعا اینا واقعیه؟ واقعی نیست، چون ما خودمون اونجا صحنه‌هاش رو دیده بودیم که افرادی که تو خود آلبانی میرفتن توی کوه کمر وای میستادن، خب صورتشون میپوشون، مثلا فیلم میگرفت به اسم کسی که تو ایران این فیلمو گرفته. تصاویری از مراسم سالانه این گروه هک پخش شد، مراسمی که بخش از افراد حاضر در آن آمده بودند تا کمی از وقت تور گردشگری خود را در آنجا بگذرانند و مزدش را بگیرند. این باعث خوشبختی و افتخار منه که اینجا در کنار شما هستم. حتی با دشواری هایی که طی چند سال گذشته داشتیم، چیزهای زیادی هست که باید در آمریکا به خاطرش سپاسگزار باشیم. سخنرانا همشون بدون استثنا با وعده پول میان، پول بلیط هواپیماشون، پول هتل‌های گران قیمت 4 ستاره 5 ستاره تو اروپا، بعد هم بره 1 دقیقه سخنرانی بکنه. سخنرانیش هم بهش میگن، میگن که مثلا آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا، یه سری سر اکیپ داشتن اینا تو شهرهای مختلف اروپا. اینا میرفتن اتوبوس کرایه میکردن، خب میومدن به ایرانی ها میگفتن بیان 2 روز بریم پاریس، همین گشت و گذار داشته باشیم، هم که سریع 2-3 ساعت توی جلسه شرکت میکنیم و بازم براتون میگردونیم. رفت و برگشت و خورد و خوراک همه چی با ما. به روایت این تصاویر که برای نخستین بار توسط باشگاه خبرنگاران جوان منتشر میشود، اینها باید باقی مانده ی حقیقی آنچه که مجاهد خلق نامیده میشوند باشند. کسانی که این روزها به جای آن که شبیه نامشان باشند، با تنفس مصنوعی غرب زنده هستند. این لحظات برایشان یک آرزوست، آرزوی شاید دست نیافته. هرچند الان گرفتار اون فرقه هستن، واقعا توی رویاهاشون نمی‌پردازن.